سلام، خوش اومدیم به هشتگ شما امشب. من فرانه تقی‌زاده هستم. استفاده از اینستاگرام در ایران دیگه سن و سال نمیشناسه. علاوه بر دیدن عکس‌های زیبا و خبردار شدن از همدیگه، اینستاگرام در خیلی از کشورها از جمله ایران مغازه آنلاینی شده برای بسیاری، مخصوصا زنانی که فرصت و بودجه برای اجاره مغازه یا حتی گالری برای ارائه کارشون ممکنه نداشته باشن. کارها هم محدود نیست، از دنیای فشن و لباس گرفته تا زیورالات و حتی طراحی داخلی خونه. امروز می‌خوایم نگاهی کنیم به این فرصتی که شبکه‌های اجتماعی به زنان ایرانی دادن تا برای خودشون اشتغال زایی کنن. اگه یکی از این زنان هستید یا کسی رو می‌شناسین یا حتی از خدماتشون استفاده می‌کنید، امروز نیم ساعت مال شماست از تجربه هاتون بگید. اینجا هشتگ شماست. راه‌های تماس رو روی صفحه تلویزیونتون می‌بینید. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام و توییترم، تلفنم هست. من اینجا ایستادم تا نیم ساعت منتظرم که صدای شما رو بشنوم. زنان در ایران چطور از اینستاگرام برای کارآفرینی و درآمدزایی استفاده میکنن؟ سوالیه که امروز میتونید تو برنامه ما جواب بدین. اما اول برنامه داستان نینا و سمیرا رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم. اونا برامون توضیح میدن. از مزایای کار توی فضای مجازی مخصوصا برای زنها اینه که میتونن با یه سرمایه اندک و بدون نیاز به حمایت مالی کسب و کار خودشون را بندازن. در واقع سرمایه ما میتونه همون هنرمون و تجربه کاریمون باشه. و مسئله دیگه هم اینه که برای انجام چنین کارهایی نیاز به مکان خاصی نیست و تایم هم کاملا آزاد و انعطاف‌پذیر و دست خودم. من همیشه به انجام کارهای هنری علاقه داشتم و دوست داشتم از راه فروش کارهای هنریم درآمدی کسب کنم. اینستاگرام رو انتخاب کردم چون تعداد مخاطبانش زیاد بود و روز به روز هم مخاطبینش افزایش پیدا میکرد. اینجاست که کیفیت کار و کیفیت ارتباط با مخاطب اهمیت زیادی پیدا میکنه. توسط مخاطبین پسندیده بشه، خود اون مخاطبا هستن که کارهای ما رو به همدیگه معرفی میکنن و در واقع مثل یه رسانه عمل میکنن و تبلیغات رو خودشون انجام میدن برای ما. تنها ارتباط ما با ابزار ارتباطی ما با مشتری همین شبکه‌های اجتماعی هست. فضایی مثل اینستاگرام به ما این امکان رو داده کارامون رو توی کل کشور بتونیم به نمایش بذاریم. تو از دست دادن این ابزار ما راه ارتباطی رو مخاطب از دست میدیم و تمام تلاش‌ها و زحمات ما در طول این سال‌ها از بین میره. مثلا با محدودیت اینترنت و یا فیلترینگ که با فیلتر شدن تلگرام ما یه سری از مخاطبان خودمون رو از دست داریم. سایت‌هایی وجود داره در کل دنیا که هر کسی کارهای هنری انجام میده اونجا برای فروش می‌ذاره و از سرتاسر دنیا می‌تونن اون رو بخرن. ولی ما چون ساکن ایران هستیم امکان این قضیه رو نداریم. برای اینکه بتونیم پیجمون رو زنده نگه داریم و ارتباطمون رو با مخاطبین حفظ کنیم یه راهکارهایی داشتیم. یکی از این کارا این بوده که هر چند وقت یه بار شو بذاریم تا مخاطبینمون بتونن از نزدیک کارا رو به صورت حضوری ببینن. بعد یک مدت به خاطر اینکه تقاضا زیادی داشتیم تصمیم گرفتیم که کارگاه‌های آموزشی بذاریم. ولی در چند ماه اخیر به خاطر مشکلات اقتصادی که پیش اومده ابزار کار ما قیمتش حدوداً 3 برابر شده و قدرت خرید مردم پایین اومده و مردم برای خریدشون اولویت بندی میکنن. به همین دلیل قیمت‌گذاری ما روی کارها به بستگی به توان و قدرت خرید مردم داره، نه زحمت و زمانی که ما برای کارها میگذاریم. بله، این داستان سمیرا و نینا بود که با هم دیگه دیدیم اونا توضیح دادن که چطور از اینستاگرام برای بیزینس خودشون کار هنریشون استفاده میکنن. ولی اگه شما هم تو فکرتونه که یک بیزینس راه بندازین که اینستاگرام بشه براتون مغازه آنلاین، باید یک سری اصول رو ابتدا رعایت کنید. تو سایت های بازاریابی که نگاه کنین چند تا نکته رو ذکر میکنن. چند تاشو اجازه بدین که همین ابتدای برنامه بهتون بگم چیه. حالا بسته به کشورهای مختلف ممکنه که این نکات متفاوت باشه یا حتی کیفیت اینترنتی که دارن استفاده میکنن، ولی بحث کلیه. میگن که اگه کارهای هنری خودتون رو میخواین عرضه کنید، پیش از اینکه سفارش بگیرین چند تا رو آماده داشته باشین. منتظر نمونید که چه کسی مثلا چی رو سفارش میده و بعد شما اونو برای اون ارسال کنین. البته من دیدم که تو صفحه هایی که مثلا زیورالات یا جواهرات تولید میکنن در اینستاگرام توی ایران، میگن به خاطر بالا
رفتن قیمت طلا یا نقره یا حتی سنگ‌های قیمتی مجبورن وایسن ببینن که چه سفارش‌هایی می‌گیرن و به خاطر اینکه قیمت‌ها بالا پایین میره ممکنه که اونها حتی ضرر بکنن در این وسط قبل از اینکه سفارش بگیرن و تولید کنن. مورد دوم اینه که با کاربران و مخاطبانتون در تماس مستقیم باشین. اگه کامنتی برای شما می‌ذارن شما بهشون جواب بدین، اگه بهتون دایرکت مسیج میدن شما برین اونها رو روزانه ببینید و بلافاصله نه حالا مثلا تا 1 ساعت 2 ساعت بهشون جواب بدید، منتظر نذارید مشتری رو. روزانه یک یا دو پست بیشتر منتشر نکنید. اگه تعداد عکس زیادی از کارتون دارید اونها رو دسته‌بندی کنید، در طول یک ماه مثلا اونها رو منتشر کنید. مخاطب دوست نداره که در کار شما زیاد رو صفحه هوم پیج خودش بنوی رو اینستاگرام محصولات شما رو ببینه، زده میشه، ممکنه که شما رو میوت کنه. از موفقیت دیگران انگیزه و الگو بگیرید. برنامه امروز ما رو نگاه کنید، ما تعداد زیادی از این خانم ها رو داریم که داستان زندگی خودشون رو میگن، شاید این انگیزه و الگویی هم برای شما بشه. مورد آخرم اینه که از اینفلوئنسرها استفاده کنید تا محصولاتتون رو تبلیغ کنن. اینم بگم که اینفلوئنسر اون آدمی نیستش که مثلا میلیون ها ممکنه فالوور داشته باشه، حتی ممکنه فالوور محدودی داشته باشه در توی صفحه خودش، ولی اون تعداد میزان آدمی که اون رو دنبال میکنن بسیار تاثیرگذارتر از مثلا میلیون ها آدمی باشه که بقیه صفحه ها دارن. بریم سراغ بیننده هامون. دو نفر رو پشت خطمون داریم، ملیحه رو از مشهد، فخردین رو از مشهد خواهیم داشت. ملیحه و فخردین با همدیگه زوجی هستن که یک صفحه اینستاگرام دارن و محصولات خودشون رو عرضه میکنن. میخوایم داستان اونها رو بشنویم که چطور با همدیگه زن و شوهر میتونن همکاری کنن تا یک بیزینسی راه بندازن. داستانشون چی بوده؟ ملیه شما بفرمایید، شما به چه کاری مشغول بودین و چی شد که به نوعی بیزینس خودتون رو وارد اینستاگرام کردین و صفحه برای خودتون درست کردین؟ بله، سلام میکنم خدمت شما و همه بیننده ها. حقیقتش داستان من اینجوریه که من چند سال پیش یک سالن زیبایی داشتم و خب در اون رابطه هم پیجی رو راه اندازی کردم که توش نمونه کارامو میذاشتم، ولی خب به دلایلی مجبور شدم جمع کنم و تو منزل کار بکنم. الان یک نوع اکستنشن رو آماده میکنم به نام دردلاک و دردراپ که به زبان ساده بخوام بگم یه نوع تزیین مو هستش که هم برای آقایون استفاده میشه هم برای خانم ها. اینو درست میکنم طبق سلیقه‌شون و آماده میکنم و ارسال میکنم و خدا رو شکر تا الان خیلی راضی بودم. خب اجازه بدیم بریم پیش شوهر شما فخردین ببینیم که اون چطور همکاری میکنه، شما کارو انجام میدین و ارسال میکنین. فخردین شما بگین که با همسرتون چطور تو این زمینه دارین همکاری میکنین، به مشکل خاصی بر نمیخورین وقتی که زن و شوهر با هم دیگه یک کاری انجام میدن، یک بیزینسی رو دارن؟ خسته نباشید. نه مشکل خاصی که نداره، خب بیشتر کارهای خود خانم هم انجام میده، من فقط بیشتر بازاریابی و ارسالش رو انجام میدم، درست میکنم. من شب که از سر کار میام مسئولاتش رو بسته‌بندی میکنم و صبح ارسال میکنم. چقدر این کار برای شما، تو دو نفر قبلی که داشتن صحبت میکردم میگفتن بسته به قیمت هایی که داره این روزها بالا پایین میره، درخواست مخاطبان حالا مثلا صفحهشون هم ممکنه یا مشتریاشون هم متفاوت بشه، این رو زندگی شما یه تاثیر گذاشته قیمت ها بالا پایین میره؟ چقدر برای شما رونق داشته قبلا فروشتون، الان وضعیت چطور هست؟ خب خیلی زیاد. ما قبلا سفارش کلی از سالوندارا هم داشتیم، علاوه بر این که فروش های تکی هم داشتیم، سالوندارا هم یا گالری دارا هم از ما خرید میکردن برای مغازهاشون میفروختن، ولی خب خیلی کم شده به واسطه مواد اولیه که هم نایاب شد و هم خیلی گرون. خب ما قدیم از تلگرام هم مشتری میگرفتیم، به واسطه فیلتر تلگرام مشتری تلگراممون رو از دست دادیم و کمتر شده. بله بی تاثیر نبوده افزایش قیمت ها، هرچند ما انبار مواد اولیه‌مون تقریبا تا مدت ها داشتیم که میتونستیم با قیمت قبلی عرضه کنیم، ولی به محضی که مواد اولیه‌مون تموم شد و مجبور شدیم با قیمت های جدید خرید کنیم، قیمت های ما هم رفت بالاتر، خب به مدت خرید هم کمتر شد. ممنون، متشکر از شما. ملیه شما بفرمایید که آیا الان این مدل کاری که دارین میکنین از سالن آرایشی که داشتین اومدین دارین تو خونه و اکستنشن رو به نوعی از طریق اینستاگرام دارین میفروشین، میتونید این رو به عنوان یک شغل ثابت برای خودتون در نظر بگیرین که شما به هر حال یک بخشی از درآمد خانواده رو به عهده میگیرید، یا نه هنوز هم نیاز هستش که یک کار جانبی کنارش انجام بدین؟ بله درسته. نه خدا رو شکر میگم راضی بودم، چون به نسبت اینکه خانم هستم و کمتر با وجود بچه کوچک میتونم بیرون اشتغال داشته باشم، خدا رو شکر این کار برای من خیلی خوب بوده. یه سوال آخر از شما بپرسم، شما میتونید خودتون رو بیمه خود اختیاری کنید، کاری که دارین انجام میدین رو به عنوان بیزینس خودتون برین تعریف کنید، یا نه هنوز این امکان برای شما وجود نداره؟
در این خصوص نشنیدم، ولی خب سعی میکنم الان تو شرفش هستم که انشالله بشه یک بیمه پیدا بکنم که آره خودم رو بیمه کنم. خیلی ممنون و متشکر هم از ملیحه هم از فخرالدین که با هم دیگه در این برنامه شرکت کردن و گفتن تجربهشون چطوره، چطور دارن از اینستاگرام استفاده میکنن. خانم رو توییتر برامون گفته که به خصوص برای بانوانی که در منزل کار میکنن، در بیرون شاغل نیستن، یکی از فرصت‌های مناسب برای کارآفرینی و اشتغال اونها بود، ولی افسوس که با فیلترینگ تلگرام این فرصت رو طبق معمول از بانوان گرفتن. منظورش احتمالاً قبلا در مورد تلگرام توضیح داده. مادر ماهورا گفته که من فعالیتی ندارم ولی خواهرم توی خونه کار ناخون انجام میده و کارهاش رو با اجازه مشتری میذاره روی اینستا، یعنی عکس میگیره ازش و بعد میذاره روی اینستاگرام. خیلی هم راضیه، مشتریاش هم از همه جا میان حتی شهرستان. خب بریم سراغ باز ادامه برنامه ببینیم که چه چیزهایی خواهیم گفت برای شما. اما تعداد کاربران تو اینترنت شاید تو ذهن شما باشه که چقدره، چقدر روی موبایل هستن، تعداد زنانی که روی موبایل هستن و از این خدمات دارن استفاده میکنن چه تعدادی هستش توی ایران. یک نگاهی کنید به آمار ارقامی که منتشر شده. از جمعیت ایران که حدود 47 میلیون نفرشون، بعد میگم که میشه 58% کاربر اینترنت هستن، در این میان از کل کاربران اینترنت تو ایران 48%ش رو زنان تشکیل میدن و همینطور 45% از دارندگان تلفن همراه در ایران زن هستن. پس چیز عجیبی نیست که ببینید تعداد صفحاتی که مربوط به کارآفرین هست روی اینستاگرام رو زنان دارن اداره میکنن، تشکیل میدن یا حتی مشاوره میدن در این زمینه. 23% سازندگان اپلیکیشن های موبایل هم در ایران باید بگم که زنان هستن. خب بریم سراغ باز بیننده هامون ببینیم که چه کسانی رو پشت خط هامون داریم. سودابه رو داریم از تهران و همینطور شادی رو از تهران خواهیم داشت. خانم سودابه شما بفرمایید که شما چقدر از شبکه های اجتماعی اینستاگرام یا قبلا هم تلگرام، هنوز هم ممکنه بعضی استفاده کنن ازش، برای کارآفرینی یا اشتغال زایی خودتون فکر کردین که استفاده کنید؟ با سلام، من به این مسئله حقیقتش خیلی مدت زیادی دارم فکر میکنم، حتی از دخترم هم راهنمایی گرفتم که مثلا من چطوری میتونم وارد این به اصطلاح مشاغل خونگی بشم از طریق دنیای مجازی. ولی اینجور که حالا هم به اصطلاح بینندگان یه سری از شرکت کنندگان صحبت کردن، بالاخره بعضی ها یه هنرهایی دارن، مثل همون خانومی که اکستنشن مو درست میکنه یا مثلا ناخن بلدن یا آرایشگری بلدن یا توی کارهای درست کردن زیور آلات و طلا و اینا هستن، بله اینا به راحتی میتونن این کار رو بکنن و از طریق دنیای مجازی برای خودشون یه فروشگاه داشته باشن. ولی من چیز دیگه یه که مثلا یه سری کارهایی رو من به عنوان یه خانم بتونم توی خونه انجام بدم، بعد مثلا به بازار مثلا چی؟ یکم میخواین اون چیزی که تو فکرتونه رو بگین الان چه کارهایی بیشتر مد نظرتونه؟ من هنر مثلا این آرایشگری خیاطی اینا که ندارم، من و امثال من مثلا کاری که بتونم بکنم به اون بهش فکر کردم، مثلا تو کار سبزیجات بسته بندی یا تهیهش یا اینکه مثلا به صدا تمیز کردن حبوبات و بسته بندی و یا حالا مثلا بسته بندی یه سری اجناسی که خود به صدا صاحب کار تحویل میده به خونه ها، مثلا میگه اینا رو شما مثلا مرتب کنید، بسته بندی کنید مثلا به این تعداد و من از شما تحویل میگیرم. من توی این افکارم اینجوری هست بیشتر، ولی تا الان موفق نشدم و الانم از این برنامه شما خیلی ممنونم، چون دارم گوش میکنم ببینم که من چطوری میتونم وارد این کار بشم بدون اینکه هنری داشته باشم. کارهای من در حد کارهای خونه و به اصطلاح کارهای ساده تری هستش، تو اونها فکر میکنم. ممنون و متشکر از شما خانم سودابه. اتفاقا ما شادی رو پشت خطمون داریم. خانم شادی 20 ساله که شاغل هستن در ایران و تجربه تأسیس 3 شرکت رو دارن، کارآفرین موفقی هم هستن. خانم شادی خوش اومدین به برنامه هشتگ شما امشب. صحبت های بیننده رو تا الان شنیدیم، مشخصا سوال سودابه رو میتونیم با شما مطرح کنیم. اگه کسی شرایط اونقدر نه مالی داشته باشه که بخواد، اگه حتی کار هنری هم انجام میده بخواد بره یک بیزینسی جداگانه برای خودش بزنه و داشته باشه، یا حتی مثل سودابه میگه من هنر خاصی ندارم، ممکنه سری کارهای ابتدایی خونه به نظر بعضیا بیاد بتونم انجام بدم و کمکی بشه به زندگی شلوغ بعضی دیگه، اونها چطور میتونن بیزینس خودشون راه بندازن، مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی که این روزها به شدت هم داغ هستش؟ بله سلام، امیدوارم که خوب باشین. من صحبت دوستان رو شنیدم. راستش رو بخوام من یه ذره میخوام
پیشتر از اینها یه مقدار صحبت بکنم با توجه مبحث کارآفرینی. ببینین از نظر من کارآفرینی یعنی ساختن، خود از کلمه‌ش هم مشخصه. ساختن یه زیرساخت داره، یه روساخت داره. اونچه که ما امروزه داریم می‌بینیم تسهیل شدن ورود به کارآفرینی، اون روساختشه. یه مقدار باید برگردیم به زیرساخت ها نگاه کنیم، چون در کارآفرینی که یک انتخاب برای هر فردی، انتخاب مسیر شغلیه، دو قسمت داره. یکی من وارد این مسیر میشم و خلق میکنم کسب و کاری رو، یکی چطور میخوام در این مسیر بمونم و خلقم رو نگه دارم اونچه که خلق کردم. که ما اولش رو میبینیم واردش میشیم، ولی ماندگاری و نگه داشتن رو به مشکل میخوریم. حالا اگه بخوام اون استپ اولیش رو نگاه کنیم، خلق یک چیزی مثلا سوال سودابه، یک چیزی تو ذهنش هست نمیدونه چطوری باید اصلا ارائهش بده، یا حتی یک چیز جدیدی رو وارد بازار کنه، اونجا باید چطور سرچ کنن یا تحقیق کنن که یک ایده جدیدی رو وارد بازار کنن؟ ببینید، من میخوام بگم که بله، چرا اصلا این مسیر رو میخوام انتخاب کنم. من همیشه مثلا اینه که وقتی یه انتخابه، چرا من این مسیر رو انتخاب میکنم؟ تجربه من نشون داده به چند دلیله، یا من باور به یه ایده‌ای دارم که میتونه ارزشی رو در جامعه ایجاد کنه و افراد براش پول بدن، که یه خدمات یا یه محصوله، یا من ترجیح میدم کار خودم رو داشته باشم به علت ساعت‌های انعطافش، مخصوصا برای خانم‌ها که نیاز به این دارن، یا به خاطر جو مردسالارانه خیلی از محیط‌ها من ترجیح میدم کار خودم رو داشته باشم، یا از روی ناچاری چون جایی به هم کار نمیدن میخوام کار خودم رو بندازم، یا مود شده میبینم همه دارن این کار رو میکنم منم میرم سراغش. من توصیه‌ام به دوستان اینه که بیان رو دو تا مبحث اولی که جلو برنده است، یعنی یه باوری دارن به یه کاری، یا ترجیح میدم، نران از روی ناچاری و از روی اینکه مود شده. این خودش دلیل خیلی مهمیه که خانم سودابه و خودش بپرسن چرا میخوام این کارو کنم، چی دارم که ارائه بدم، چه باوری دارم. بعد از اون افراد باید نگاه کنن چه مهارتی میخوام. اولین مهارت که یه مقدار خانم ها روش باید بیشتر کار کنن تا آقایون، خود باوری و اعتماد به نفسه. بعدش پشتکاره، بعدش ریسک پذیریه، بعد انعطاف پذیریه، بعد مهارت شبکه سازی و ارتباطاته، و بعد امکان محور بودنه، نه مشکل محور و فقط مشکلات رو دیدن. توی هر مسئله امکانات رو بسنجن. تازه بعد از اینکه اینها رو در درون خودشون نهادینه میکنن، برن بگن بازار هدف من چرا باید به من پول بده برای این ایده‌ای که میخوام خلقش کنم؟ آیا نیاز داره به این؟ یا من باید اون نیاز رو توش ایجاد کنم؟ خودش نمیدونه که این نیاز رو داره و من این نیاز رو درش ایجاد میکنم. خب حالا برسیم سراغ اون نکته یکی مونده به آخرتون که خلق ارتباطات یا شبکه‌های ارتباطی بود. وقتی که یک ایده ای داری، بعد میخوای وارد بازارش کنی، بعد به هر حال یه سری لینک‌های ارتباطی بزنی، معرفی کنی محصول خودت رو به نوعی به بازار. الان با وجود شبکه‌های اجتماعی در ایران و زنان بسیاری که ممکنه ایده داشته باشن، خلاق باشن، یه کار هنری بلد باشن، چطور میتونن این لینک رو برای خودشون ایجاد کنن؟ آیا جاهایی هستش که مشاوره بده بهشون در ایران، راهنمایی کنه بهشون، یا نه اگه چند تا مثلا صفحه اینستاگرام بگیرن به اندازه کافی براشون اون خلاقیت یا لینک رو ایجاد میکنه که بخوان خودشون رو وارد مارکت کنن؟ ببینید، اگه استپای قبل درست رفته باشن و فقط بخوام بیان روی شبکه سازی و ارتباط، که از نظر منم دقیقاً درست دست رو جای درستی گذاشتین، شبکه‌های اجتماعی ما رو کمک میکنن که محل ارزش مون راحت تر باشه و شبکه سازیمون راحت باشه، همین، کار دیگه ای برای ما انجام نمیدن. حالا اگه استپای قبل رو درست رفته باشیم، این خودش، این که من چطور در شبکه های اجتماعی مارکت کنم خودم و خودم رو معرفی کنم، یک تخصصه که دیجیتال مارکتینگ تو همه جای دنیا بسیار داره روش کار میشه و من نیاز دارم فردی در کنارم به عنوان یک متخصص بیاد بهم کمک بکنه که این محصول من، این خدمت من و با این بازار هدف چطور باید من خودم رو پرزنت و نشون بدم در این شبکه اجتماعی و باشم. من دیدم شما هم دارین نکته هایی میدین، چطور پست بذارم، با چه نوشته پست بذارم، چه هشتگی رو بذارم، در چه ساعت هایی باید این کارو بکنم، نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم باشه، و بعد مشتری مداری پشت این شبکه اجتماعی خیلی مهمه. چقدر من به سرعت بتونم جواب بدم یا نتونم، الان موقع جواب دادنش نیست. اینا همه چیزایی است که خیلی اهمیت داره و واقعا تخصص داره. این نیستش که من بگم که خب فقط یه پیجی رو درست میکنم، یه کانالی رو در تلگرام درست میکنم و میتونم این کارو انجام بدم. حتی ممکنه برم مثلا فالوور فیک بگیرم و
دلم به نوعی خوش باشه که میزان فالوور بالا برای من مشتری زیادم میاره. خیلی ممنون و متشکر از هم سودابه هم شادی که با ما تجربه هاشون و همینطور سوالاشون رو در میان گذاشتن. یکی از بیننده هامون آزادگان گفته که بیشتر جمعیت شاغل بانوان متعلق به طبقه متوسط جامعه، اما با رواج شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی این انحصار شکسته شد و بانوان از طیف‌های مختلفی تونستن اگر چه نه به شکل رایج اما وارد بازار کار بشن، هرچند نگاه سنتی جامعه در مورد اشتغال و مهارت بانوان هنوز خورده تأثیراتی دارد. حسین گفته که از وقتی اینستاگرام در ایران متداول شده منم تونستم از طریق ترجمه به درآمد بسیار خوبی دست پیدا کنم و خیلی راضیم، اما ترس از فیلترینگ داره رو کار من تأثیر میذاره. خب بریم نگاهی کنیم به یک ویدیوی دیگه. اما برخی از زنان هم هستن که تو ایران به فکر کارآفرینی برای تعداد بیشتری از زنان دیگه هستن و یه سری کارها رو انجام میدن. اینستاگرام براشون میشه فروشگاهی و جایی برای تبلیغ کارهای اونها. بعضی هم جوان‌تر هستن، فرصت رو غنیمت میشمارن تا از فرصت‌های بقیه اعضای خانواده، استعدادهایی که اونا دارن، یه کاری رو بخوان شروع کنن. داستان یاسمین و کیف‌های پارچه‌ایش و بعد هم آزاده و مادرش رو هم ببینیم. سلام، من یاسمین نجفی هستم، صاحب برند دستوخت‌های یاسمین. من همیشه با وجود حمایت‌های خانواده‌ام دوست داشتم مستقل باشم، کسب و کار خودم راه بندازم. سراغ علاقه شخصیم که گلروزی با دست بود رفتم و به این نتیجه رسیدیم که باید به خانم‌های سرپرست خانوار گلروزی با دست یاد بدیم که بتونن با ما همکاری کنن. بعد از اون هم ما بیشتر بازاریابیامون از طریق اینستاگرام انجام دادیم و حتی بیشتر آرت شاپایی که ما باهاشون کار میکنیم برای اولین بار کار ما رو تو اینستاگرام دیده بودن. ما سرمایه اولی خیلی کمی داشتیم، ولی الان بعد از حدود 2 سال سرمایه‌مون خیلی بیشتر شده و با خانم‌های بیشتری داریم کار میکنیم و من خوشحالم که میتونم الان با جرات بگم من جزو اون دسته از آدمهایی هستم که عاشق کارشون هستم. این ویدیو رو از مامانم در حال بافتن زیورالات دستساز ساخت خودشون گرفتم. ایشون با کلی ذوق و شوق رنگای مختلف نخ رو با سوزندوزی و متریال بومی ترکیب میکنه و حاصل کارشون پر از ایده های هنرمندان است که فکر میکنم خیلی برای استایل امروزی چه داخل ایران و چه خارج که طرحهای ایرانی و بومی محبوب شدن مناسب باشه. در حال حاضر چون تو ایران هنوز خیلی باب نیستش که برندها و تولیدی‌های لباس اسپانسر کارآفرین‌های خلاق بشن یا کشفشون کنن، بنابراین من بهشون پیشنهاد کردم که یه پیج اینستاگرام براشون درست کنم تا هم بشه این اکسسوری‌ها رو نمایش بدیم و هم از طریق این پیج کسب درآمد هم بشه. من خودم طراح لباسم و واقعا عاشق نقوش و بافت ایرانی وارشونم. امیدوارم یه روزی اسپانسرینگ و حمایت از محصولات هنری و دستساز درست و حسابی تو ایران جا بیفته. خب داستان هم یاسمین رو دیدیم و هم آزاده و مامانه شد. دو تا از بیننده های دیگر رو به جمع خودمون اضافه کنیم. کاور رو داریم از تورنتو و همینطور همیرا هم از تهران. داستان این دو نفر رو هم که بخوایم با هم دیگه از زبان خودشون ابتدا بشنویم شاید برای شما جالب باشه، انگیزه ایجاد کنه. با کاوه اول شروع کنیم. کاوه، شما یکی از افرادی هستین که با صفحه اینستاگرام همیاری همکاری میکنه و به نوعی کارتون این هستش که تبلیغ کنید این بیزینس های کوچیکو در اونجا بدون، تا جایی که من میدونم بدون اینکه ازشون هزینه تبلیغات بگیرین. شما بگین که چی شد این ایده به ذهنتون افتاد و چقدر این کار مؤثر بوده برای شناسوندن این بیزینس های کوچیک، کارآفرین های کوچیک که تو خونه ممکنه کار کنن به دیگران. سلام عرض میکنم به شما و بیننده هاتون، مرسی از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. فکر میکنم شروع ماجرا از اسفند سال پیش بود تقریبا، که به نوعی میشه گفت شرایط اقتصادی توی ایران یه مقدار به همه فشار آورده بود. هر کسی به نوعی کاری میتونست بکنه برای یک کسب درآمد اضافه تر، میومدن توی دایرکت پیج شخصی من و خب حالا دوستای دیگه که اگر میشه مثلا من این بیزینس رو دارم معرفی کن، این کار رو تو خونه انجام میدم که منو بشناسن. خب ما شروع کردیم حالا با یه معرفیتونم رو استوری های اینستاگرام هستش دیگه. بود دقیقا. یعنی لزوما پست نمیذاشتیم؟ نه نه، پست نمیذاشتیم روی استوری ها، حالا با یه هشتگی که حالا یه مقدار جلو رفت. هم میدیدیم آمار این ویو هایی که بالاخره روی پیجمون میدیدیم، کلیک هایی که کردن اصلا رفتن روی اون پیج، به نسبت هی پایین و پایین تر اومد. یعنی حوصله مخاطب ما سر رفت. هر کدوم از ما پیجمون یه مخاطب خاص داشت که اون فعالیت از ما میخواستن، شاید یه همچین چیزی رو نمیپسندیدن. و اینکه در کنارش
بعد از گذشت مثلا چند ماه دیدیم که یه اتفاقی که هدف ما اصلا نبود، این شد که این راه معرفی، این مشاغل شد یه جورایی کسب درآمد واسه خیلیا که می اومدن حالا درخواست هدیه میکردن ازشون، درخواست نمونه محصول میکردن، این کار رو در قالب اوپن باکس ارائه میدادن، میمدن باکس ها رو نشون میدادن، میگفتن خب مثلا ما همچین چیزی رو گرفتیم، اینو از فلانجا گرفتیم، اینو از اونجا گرفتیم، ما میخواستیم هر چیزی که هست مال خودمون بیزینس ها باشه، یعنی چیزی قرار نبود سهمی ازشون داشته باشیم. اون روند استوری رو متوقف کردیم، حالا با اون چند تا دوست دیگه اومدیم نشستیم فکر کردیم چه کنیم و این پیج همیاری رو باز کردیم. ممنون، متشکرم از شما. جملتون رو میخواین تمام کنید که من برم بقیه صحبت رو با همیرا انجام بدم. پیج همیاری هم همینجوری که شما گفتید به صورت کاملا رایگان، فقط بیزینس خونگی باشه، یک کارآفرینی باشه، ما با کمال میل اون رو معرفی میکنیم. ممنون و متشکر از شما. همیرا رو داریم از تهران. همیرا یکی از اون افرادی هستش که از اینستاگرامش استفاده میکنه و کارآفرینی کرده برای تعداد زیادی از خانوم ها که بخوان یه سری محصولات، خودش حالا بیشتر توضیح میده که چه محصولاتی رو عرضه کنه و از اینستاگرام اون رو برای تبلیغات و فروشش انجام میده، به نوعی استفاده میکنه. همیرا داستان تو بگو که چی شد که اصلا این راه انتخاب کردی و کارآفرینی کردی برای تعدادی از زنان سرپرست خانواده. درود بر شما و بیننده عزیزتون. من حدود 2 سال هستش که حامی زنان سرپرست خانواده هستم. داستان از این شروع شد که خب چند سال پیش به آسایشگاه کهیزک میرفتم و شروع کردم اینجوری کار کردن و سر زدن به اون خانوم ها. فعالیت خیلی هم اینجوری شروع کردم. 2 سال هست که به صورت جدی فعالیت میکنم. موازی با این کار یه تیمی تشکیل دادم که هر جمعه برای حداقل 200-300 تا کارتون خواب که توی سطح شهر هستن غذای گرم و لباس میبردم. بعد از یه مدتی دیدم که شرایط همسران این آقایونی که کارتون خواب شدن واقعا منو درگیر خودش کرد. مادرایی که حتی به خاطر یه مرغ برای سیر کردن شکم بچه‌شون اجبارا تن فروشی می‌کردن، یا خانواده‌ای بودن که ماه به ماه گوشت مصرف نمی‌کردن یا حتی ماهانه چای و نون می‌خوردن و این بود تغذیه‌شون. تصمیم گرفتم که حدوداً یه 35 تا خانواده تحت پوشش بگیرم. الان 35 خانواده کاملا تحت پوشش من هستن. مواد غذایی کامل توی ماه براشون میبرم و هزینه درمانش رو هم تامین میکنم. کارتون چی شد؟ کارم حالا اینجا شروع میشه که بعد از چند ماه متوجه شدم با این کار داریم گداپروری میکنیم و این خانم‌ها اعتماد به نفسشون به صورت کامل از بین رفته. تصمیم گرفتم یه کارگاهی را بندازم با فعالیت تولید چیپس میوه. خب من هیچ چایی که برای فروش اینها باشه رو نداشتم. تصمیم گرفتم از طریق اینستاگرام به مشتریای خودم و به آدمایی که من دنبال میکردن تا الان معرفی کنم. این مادرها صفر تا صد کار رو انجام میدادن، از شستشوی میوه تا بسته‌بندیشون، و تنها راه فروش ما اینستاگرام بود. ممنون و متشکر از شما و اینکه داستان تو توضیح دادی و همینطور از کاوه هم خدافظی میکنم. برنامه امشب ما همینجا به آخر میرسه. شب و روزتون خوش.